خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام. به استودیو فرمول کمدی خوش اومدید. در آخرین روزهای زمستان سال 1399 و در آستانه سال 1400 خوشحالم که به اتفاق شاگردان عزیزم در برنامه فرمول کمدی این سعادت رو دارم که در کنار شما عزیزان باشم. امیدوارم که مجموعه برنامه‌های ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و ما تونسته باشیم با هنر ناب استنداپ کمدی، با کمک شما البته، فرهنگ شوخی پذیری رو در کشورمون بالاتر ببریم. به افتخار شما همچون همیشه دست می‌زنیم. قطعاً با کلمه قانون مورفی همتون آشنا هستید و حداقل یه بار به گوشتون خورده. قانون مورفی میگه هر شکست مقدمه ایست برای شکست دیگر. یعنی در حقیقت شما کافیه یه بار یه شکست موفق خوب داشته باشی دیگه تا آخر عمرت انقدر شکست میخوری تا دیگه چیز بشی، واقعا نابود بشی و از بین بری یا از حالتی به حالت دیگه ای تبدیل بشی. واقعا وقتی آدم از دور قانون مورفی رو میبینه احساس میکنه خب خیلی قانون مسخره ایه، اما وقتی که بهش نزدیک میشه میبینه واقعا قانون مسخره ایه. و خب خیلی ها میگن چجوریه، توضیح بده. گاهی اوقات نمیدونم پیش اومده که میخواید برید سر کار، صبح قبراق بلند میشید، شما میرید زانو و مچ پاتون نمیره، میپیچه و با سر میرید تو کمد، میایید عقب با کمر میخورید به لب تخت و بلند که میشید سعی میکنید به خودتون انرژی بدید، میگید میتونست بدتر از اینم باشه، خدا رو شکر سالم و سلامتم، الحمدلله. میرید دم در ماشین میزنه زیر بزن. یا خیلی معتقدن قانون مورفی مثل شطوری میمونه که در خونه هر کسی میخوابه و قطعا اگر تو شطوره رو نبینی یه سری کفتر اون بالا آماده هستن برای انجام ماموریت خطیری به نام طراحی کردن روی شما. انگار اینا واقعا پول میگیرن که صبح تا شب طرح بزنن روی کسایی که مخصوصا لباسهای خیلی خیلی نو میپوشن و آماده هستن. قانون مورفی جاهای دیگه هم کاربرد داره. برای آقایان جوانی که قصد ازدواج دارن میگم این رو بیشتر. با یک عزیزی توی خیابون قرار گذاشتی و بعد از مدت‌ها با سختی تونستی ایشون رو ببینی و میری تو خیابون که با هم دیگه قدم بزنید. قانون مورفی همون فامیلیه که اصلا قرار نبود ببینیش و دقیقاً سر راهت سبز میشه و وقتی که سر راهت سبز میشه تو مسیرت رو عوض میکنی، ولی اونم دقیقاً میاد تو همون مسیر قرار میگیره و بعد تو دوباره خودتو میزنی به اون راه، اونم میاد تو اون راه و هر کاری بکنی باهات هستش تا اون روزتو تبدیل به یک خاطره بسیار خوب بکنه. برای کسایی که اینو دیگه قطعا تجربه کردن، قانون مورفی در صف دستشوری خودشو نشون میده که شما عجله دارید به شدت، به شدت زیاد. یعنی در حالت معمولی اون پارک یا اون دستشوی عمومی هیچ و هیچ حتی مگس و پشه اونجا رو قابل دونستن نمیدونستن که برن. اون روزی که شما گرفته میری و میبینی که مملو از جمعیت مشتاقیه که اومدن از نزدیک اون دستشویی ها رو ببینن و برن برای دیگران تعریف بکنن. یا نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، باباتون حساسه، نصف شب بلند شدید در سکوت میخواید برید یک لیوان آب بخورید، پاتون به یک وسیله میخوره که فردا صبحش پیداش نمیکنید چون صدایی از خودش تولید میکنه که باباتون باهاتون کاری میکنه که تا آخر عمر دیگه تو اون ساعت دستشویی قطعا نخواهید رفتش. و معلوم نیست این قانون مورفی از کجا اومده. یا برای بعضی از بچهای دیگه قانون مورفی وقتی خودشو نشون میده که بابا درو باز میکنه و کیبورد و موس تو اون لحظه اصلا کار نمیکنه. خیلی عالی. اصلا انگار اختراع نشدن این دوتا و صفحه ویزور کامپیوتر همونجوری میمونه تا بابا در حقیقت بیاد و بره. یکی دیگه از در حقیقت لحظاتی که شاید خیلیاتون تجربه کردید این هستش که ماشین رو بعد از مدت‌ها پول میاد دستتون، میبرید کارواش و وقتی از کارواش میایید بیرون هوای کاملا آفتابی به هوای کاملا طوفانی با بارون و تگرگ و زهر مار میریزه رو ماشینتون و با
باعث میشه که شما فراموش نکنید که کارواش همیشه هست و منتظره. انگار کارواش با اون بر آفیش کردن همدیگر رو در جریان همدیگه هستن. در هر صورت به نظرم میرسه که بد نیست که قانون مورفی رو قبول داشته باشیم، چون یه داغون امیدوار بهتر از یه داغون ناامیده. خیلی متشکر. همچنان به نظرم میرسه که خود همین هم یک قانون مورفی هستش که الان شما مجبورید یه کمدین بیمزه رو تحمل بکنید و هر دفعه که میزنید تو تلویزیون میبینید امیر کربلایی زاده داره نشون میده، حالا نشون میده، هیچ شاگرداش هم نشون میده. خدا خدا و دقیقاً میخواید همون لحظه بزنید یه کار دیگه، کنترل باتریش تموم شده، بقالی هم بسته چون ساعت 12 نصف شبه، باید ببینی، راه دیگه نداره. پریز هم نمیتونی بکشی چون پریز هم یه جایی در دسترست نیست. بری برق میگیرتت، نکن ببین، نکن ببین. بله، خب به رسم همیشگی برنامه میخوایم بریم سراغ کمدیانی که امروز روی صحنه میاد. قبلش من بگم که من نمیدونم علی ضیا چجوری، ولی من دیگه لباسی ندارم برای اجرای کمدی. هرچی بوده گرفتم، هرچی بوده از همسایه بالا پایین کوچیک کردم، بزرگ کردم، فامیل دوست، لباس زنانه رو مردانه کردم، هرچی بوده پوشیدم. دیگه لباس برای 1400 ندارم، با زیر پوش میام. ندارم. سراغ کسی میخوایم بریم که تا لحظات دیگه به روی استیج میاد، کسی که خیلی زحمت کشیده برای دوستاش و امروز نوبت خودشه برای اجرا کردن. آچار گروه ما و کسی که یک آچار ایرونی خیلی خوبه و کارشو خیلی خوب انجام داده، خیلی خوب به رفقاش در حقیقت کمک کرده، چه در زمینه نویسندگی چه در زمینه دستیاری، و امروز میخواد اجرای استنداپ کمدی بکنه. از شهر گرگان میخوام دعوت بکنم از کسی که قراره تا لحظات دیگه مورد قضاوت چشمان مشتاق شما قرار بگیره و امیدواریم که بتونه لبخند روی لبان شما بیاره، آقای یاسر صفاری. سلام به همگی، خصوصا خودم. همونطور که میدونی مشکلاتمون تمام شده و دردسرامون شروع شده. آقا گفتم دردسر، یاد ازدواج افتادم. این ازدواج واسه من بد دردسری شده. قطعا همه آقایون یه بار خواستگاری رفتن، به جز پدر من که تا الان 8 بار رفته خواستگاری، اونم واسه من، و هر 8 بار هم مادرم گزینه ها رو رد صلاحیت کرده. آخه ملاک مادرم برای ازدواج برند جهیزی است، ولی ملاک پدرم وضع مالیه. اما دیدگاه من به ازدواج فراتر از این حرف هاست. ملاک من وضع مالی خوب و برند جهیزی است. تو خونه ما هر موقع بحث ازدواج میشه پدر مادرم با هم دعوا میکنن و مادرم قهر میکنه، میره تو اتاق و در رو خودش میبنده. پدرم هم عصبانی میشه و داد میزنه. چشم، هرچی شما بگید خانوم. مادرم از اتاق میاد بیرون و میگه مگه من می بچه را از تو جو پیدا کردم که به این راحتی شوهرش بدم، زنش بدم. پدرم میگه خانوم چرا شأن این بچه را تو تلویزیون میاری پایین؟ این بچه جزو اشانتیون سبد کالامون بوده. آیا کارگردان اجازه هست یه چیزی رو بگم؟ پدر جان من هیچ چیزی براتون نداشته باشم، حداقل یک یارانه 45,000 تومانی، ببخشید 45,500 تومان، 60 لیتر سهمیه سوخت، سیم کارت اعتباری، بلیت مترو، سهام عدالت قرمز شده و هزاران هزار جایزه نقدی و غیر نقدی دیگر براتون دارم. پدر جان کمکاری از خودتون بود. اگه هوشمندانه عمل می‌کردین و 3 تا فرزند الان داشتین، الان 70 میلیون وام مسکن بهتون تعلق می‌گرفت. و به قول مسئولین من یک بچه تک فرزند لوس و افسرده نمی‌شدم. البته افسردگی من به خاطر تک فرزندی نیست، به خاطر مجرد بودنمه. اصلا مقصر مجرد بودن من سازمان ملله که رو سردرش نوشته بنی آدم اعضای یکدیگرن. الان یکدیگر من کو؟ چرا کسی نیست یکدیگر رو به هم وصل کنه؟ چرا جایی نیست
نیست که یکدیگر رو به همدیگه وصل بکنه و نشون بده به همدیگه. اصلا میدونین چرا من اومدم تو فرمول یک؟ چون که دنبال فرمول یکدیگرم هم. آقا این همه برنامه ساختی، 30 قسمت، 40 قسمت، رسیدیم به این همه برنامه، یه فرمول یکدیگر هم واسه همدیگه بسازیم، واسه برنامه بسازیم، با ما یکدیگر از بی یکدیگری در بیایم. خلاصه به خاطر اینکه یکدیگرمو به دست بیارم رفتم وام ازدواج بگیرم. گفت شناسنامه رو بده. شناسنامه رو بهش دادم، گفت وام ازدواج به تعلق نمیگیره. گفتم چرا؟ گفت آخه شناسنامت ذاتاً سفیده. گفتم حالا وام ازدواج نمیدی، وام یکدیگر بده. گفت زامن یکدیگر داری؟ گفتم بابا من خود یکدیگر رو ندارم، زامنشو از کجا بیارم؟ گفت لطفاً یکدیگر کنید از اینجا، لطفاً برید بیرون، لطفاً یکدیگر کنید برید بیرون. خلاصه قدر یکدیگراتون رو بدونید. یکدیگر خوب خیلی نعمته. حتی مورد داشتیم بعضیا با هم یکدیگرشون به اتفاق دوستاشون خیلی تصادفی رفتن تو صف واکسن کرونا و واکسن زدن. حتی یه یکدیگر خوب میتونه نصف لباسونو به نامتون بکنه. اصلا نصف لباسون چیه؟ کل لباسونو اون یکدیگر به نامتون بکنه. الانم با بی یکدیگری کامل از خدمتتون مرخص میشم تا یکدیگری دیگر. بدرود. خیلی متشکرم. آقای یاسر صفاری اجراش رو انجام داد از شهر گرگان. حالا نوبت شما گرگانی های عزیزه، به صفحه فرمول کمدی برید و اگر دوست دارید در سال 1400 هم در سری جدید برنامه فرمول کمدی ما یاسر صفاری رو داشته باشیم، حتما راجبش نظر بدید. بریم به سراغ استودیو فرمول یک کنار علی جان زیا. مثل همیشه براتون آرزو میکنم تنتون سلامت باشه، لبتون خندون باشه و دلتون شاد. شبتون بخیر.